با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز شنبه 23 ماه جوزای سال 1394 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 13 ماه جون سال 2015 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. لقب معمار آزادی بن با حامد کرزی و تاکید بر بی پشتیبانی از رسانه ها. از آزادی هایتان به تمام مانا همراهتان هستم و دفاعش در مقابل هر عملی که ای آزادی را سلب کنه میکنیم. 21 ولایت کشور زیر تهدید مخالفان مسلح دولت. در این شورود 12 ولایت متعدد درجه یک است و 9 ولایت متعدد وسط داره، باقی مانده شان وضع نرمال است. روبرو بودن نیروهای ابوی کشور با چالش های جدی. آغاز رایزنی ها در ریاست جمهوری درباره ادامه کار مجلس نمایندگان و رد شدن درخواست اتحادیه اروپا سوی پاکستان درباره توقف اعدام ها. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. اتحادیه رادیوها و تلویزیون های افغانستان لقب معمار آزادی بیان و تندیس آزادی بیان را به حامد کرزی رئیس جمهور پیشین اهدا کرد. حامد کرزی هنگام گشایش این اتحادیه به رسانه ها میگوید که آزاد بمانند و در برابر هر حرکتی که در برابر این آزادی قرار بگیرد وی در کنار رسانه ها خواهد ایستاد. ریاست اتحادیه رادیوها و تلویزیون های افغانستان به منظور تامین حقوق رسانه ها و کارمندان رسانه ها و نیز به منظور هماهنگی میان این رسانه ها ایجاد شده است. آزادی رسانه ها بزرگترین دستاورد نظام کنونی گفته می شود. نظامی که از سوی حامد کرزی اداره می شد. اداره رادیوها و تلویزیون های افغانستان کارهای حامد کرزی را در هنگام زمامداریش در خور ستایش می داند و لقب معمار آزادی بیان را به وی اهدا می کند. حامد کرزی در هنگام گشایش این اتحادیه از رسانه ها می خواهد تا آزادانه فعالیت کنند و در برابر هر گونه حرکتی که این آزادی ها را با خطر روبرو بسازد در کنار رسانه ها می ایستد. با رسانه های خود می گویم که آزاد باشین، از آزادی هایتان به تمام مانا همراهتان هستم و دفاعش در مقابل هر عملی که این آزادی را سلب کنه می کنیم. در سالهای اخیر حامد کرزی به رویارویی با غرب یاد شده است. وی میگوید که رسانه ها بارها از برخورد وی با نیروهای خارجی انتقاد کردند، اما وی بار دیگر تاکید می‌ورزد که ادامه حضور نیروهای خارجی در افغانستان نباید حاکمیت ملی را تضعیف کند و این کشور را به کشور دیگری بسپارند. اگر اینها نیروهای خارجی و یا خارجی‌هایی در افغانستان میخواهند باقی بمانند، وحدت ملی افغانستان را احترام کنند، بین مردم ما تفرقه نیندازند و کوشش به این نکنن که حاکمیت ملی افغانستان تضعیف بسازن و یا به کشور دیگه در همسایگی ما بسپارن، در اون صورت ما مانعی نیستیم. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که رسانه ها بارها از وی انتقاد کردند و وی در کنار رسانه های افغانستان است. از همین رو وی رئیس افتخاری اتحادیه رادیوها و تلویزیون های افغانستان را نیز پذیرفته است. این اتحادیه بر اساس اساسنامه آن موجب هماهنگی بیشتر بین رسانه ها، ایجاد امنیت کاری برای اعضا و کارمندان رسانه ها، با وجود آمدن امکانات کاری و تکنیکی برای همه در قالب کمک و همکاری رسانه‌ای و در نهایت ارائه بهترین خدمات دیداری و شنیداری برای مردم افغانستان، زمینه سازی برای تولیدات مشترک بین اعضا، تبادل اطلاعات و دانش فنی بین اعضا و اتحادیه‌های خارجی، حل اختلافات بین رسانه‌ای و مشکلات حقوقی با نهادهای دولتی، رسیدگی به نارسایی‌ها و نواقصی که در تطبیق پروژه دیجیتالی شدن وجود دارد، مبارزه جدی با هر گونه زورگویی‌ها و تحمیل فشارهای غیرقانونی بالای رسانه‌ها، همچنان هماهنگی و همکاری سالم بین حکومت و رسانه‌ها از اهداف دیگر این اتحادیه می‌باشد. این اتحادیه را 30 شبکه رادیو و تلویزیون تشکیل می دهد و انتظار می رود که شمار دیگری از شبکه ها نیز به این اتحادیه بپیوندند. مسئولان این اتحادیه می گویند که مهمترین هدف این اتحادیه پشتیبانی و پاسداری از حقوق رسانه ها بر بنیاد قانون اساسی و قانون رسانه های همگانی است.
در حال حاضر 21 ولایت کشور زیر تهدیدهای بالا و متوسط امنیتی قرار دارند. وزیر امور داخله با ابرازی مطلب میگوید که پس از افزایش تهدیدها نیروهای امنیتی افغان از حالت دفاعی بیرون شدند و حالت تهاجمی را اختیار کردند. وزیر امور داخله میپذیرد که داعش در حال سربازگیری در افغانستان است، اما وی تاکید میورزد که نیروهای امنیتی جلوی گسترش این گروه را در افغانستان خواهد گرفت. راتب نوری گزارش میدهد. آمده است که برنامه 100 روز دوم کارش را با مردم و رسانه ها در میان بگذارد. بهبود بخشیدن به اوضاع امنیتی، مبارزه با فساد در پلیس، جلوگیری از جا گرفتن دشمن در صفوف پلیس ملی، خلع سلاح گروه های مسلح غیر مسئول، نیرومندسازی پلیس محلی، بررسی جدی از چگونگی توزیع جواز سلاح و افزایش ظرفیت پلیس ملی از مهمترین بخش های برنامه 100 روز دوم وزیر امور داخله هستند. از یک طرف توانمندی‌های پلیس یا منصوبین وزارت امور داخلی افغانستان با وجه حسن باید از ما تانسته باشیم افس کنیم، و از طرف دیگر در پالویش کار با مردم است طوری روش بتیم که ما در این راستا مردم افغانستان همکاری‌های خود را روز به روز با منصوبین امنیتیشان افزایش بده. افزون بر این، با گسترش دامن ناامنی ها در این اواخر، همین اکنون بیش از 2/3 ولایت های کشور با تهدیدهای بالا و میانه هراس افکنان روبرو هستند. در این شورو 12 ولایت ما تهدید درجه یک است و 9 ولایت ما تهدید وسط داره، باقی مانده شان وضع نرمال است، اما مانایی نداره که وضع نرمال دو این تحرکات دشمن وجود نداشت. یک جای یک مینه میماند، یک واسطه یا یک جای کوشش میکنه، یک حرکت ناشایست انجام به این شکل است. از سوی هم میگوید که داعش، گروه هراس افغانی که به تازگی دامنگیر بخشایی از کشور شده است، در حال سربازگیری و تلاش برای ایجاد یک پایگاه در افغانستان است. اگر ازبک است، تاجک است، اگر قرغز است، اگر چیچین است، اگر چین است، اگر پاکستان است، اگر آسیای میانه است، اینا کلشان در فکر پایگاه و سربازگیری هستند که ما آمدیم دگاه را هم حمایه میکنیم. جلوشان گرفته شده، البته نمیگذاریم که سربازگیری را ادامه پیدا کنه، به یک قوه در این مبدل شوند و قوی از اینا به یک پایگاه مبدل شوند. بررسی اوضاع زندان‌ها، به میان آوردن شفافیت و روند حسابدهی، به میان آوردن اصلاحات در کارهای اداری وزارت امور داخله، تلاش برای منع خشونت در برابر زنان و کودکان، جذب بیشتر زنان در صفوف پلیس و مبارزه با مواد مخدر بخش‌های دیگر برنامه 100 روز دوم کار وزیر امور داخله شمرده شدند. این اظهارات در حال صورت می‌گیرند که نیروهای هوایی کشور در بخش پشتیبانی نزدیک از نیروهای زمینی در نبرد با چالش‌های جدی روبرو هستند. معاون رئیس ستاد ارتش ملی در بخش هوایی می‌گوید که به علت نداشتن چرخبال‌های جنگی در حال حاضر، این نیروها برای پشتیبانی از نیروهای زمینی از هواپیماهای ترانسپورتی کار می‌گیرند. نیروهای هوایی افغانستان پس از 13 سال دوباره سازی، هنوزم برای دفاع از کشور کمبودی‌های زیادی دارند. در این حال، رئیس عملیات‌های وزارت دفاع ملی حملات طالبان را در 3 ماه نخست امسال کم پیشی نمی‌داند و از افزایش تلفات نیروهای ارتش ملی در این 3 ماه سخن می‌گوید. در این باره کریم امینی گزارش دارد. غول‌های آهنین درندگان اصلی میدان‌های نبرد. نیروهای ارتش برای سرکوب هراس افکنان نیاز به پشتیبانی‌های هوایی دارند. این پشتیبانی جلب تلفات ارتشیان را می‌تواند گرفت، اما ارتش افغانستان افزون بر این که جنگنده ندارند، برای پشتیبانی نیز هواپیماهای پشتیبان نیروهای زمینی ندارند. چیزی که ما داریم بعد از سال اواخر سال 2015 شروع 2017 16 شروع میشه الا 2018 اکمال میشد، تیارات 29 سپرت کنست که هم بر حمایه نزدیک است. این مقام ارتش از فرار خلبانها در جریان آموزش و یا پس از آموزش در کشورهای خارجی نگرانی میکند، اما تاکید می‌ورزد که روند فرار خلبان‌ها نسبت به گذشته‌ها کاهش یافته است. در این اواخر تدابیر سنجیده شده که نه تنها در تدابیر جلب و جذب بسیار پروگرام‌های مشخص ما سنجیدیم که این حادثات رخ نده، اما با تأسف که رد نمی‌کنم که بوده در ابتدا یک تعداد واقعاً بعد از ختم تحصیل به افغانستان برنگشتن که تعداد محدود هستن اینا. در این میان رئیس عملیات های وزارت دفاع ملی
از افزایش تلفات نیروهای ارتش در سه ماه نخست امسال سخن می‌گوید. این مقام وزارت دفاع ملی می‌افزاید که حمله های مخالفان امسال کم پیشینه بود. در حال حاضر هرچند نیروهای ارتش در حال سرکوب هراس افغانان است، چهار ولسوالی کشور به شمول ولسوالی ناوه که پس از 13 سال بعد تصرف دولت در آمده بود در کنترل طالبان است. اما مراحل دشواری را که ما در مبارزه با تروریسم در طی مدت 3 ماه سپری کردیم، تلفات دادیم، تهدیدات دشمن نسبت به سال گذشته واقعا بیشتر بود، تحرکات دشمن بیشتر بود و آنچه که دشمن میخواست اهداف کلانتر را انتخاب کرد و امروز فضل خدا آن اما اهداف کلان دشمن در حال شکست است. از سوی هم سرپرست معاونیت وزارت دفاع ملی در امور مادی و فنی به نیروهای ارتش اطمینان می‌دهد که از این پس با هیچ گونه مشکل اکمالاتی روبرو نخواهند شد. به خاطر که اکمالاتی اردو بسیار دقت پیش رفته باشه، فعلا ما یک استراتژی خاصی برای آماده ساختیم که او قانونیت است و یک عقلانیت بسیار دقیق در اکمالاتی اردو است و شفافیت است. افغانستان پس از فروپاشی رژیم طالبان اکنون یک ارتش نزدیک به 200 هزار نفری دارد. پلنگ پوشانی که چشم و امید مردمان کشور برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی هستند. اما آگاهان میگویند که نیروهای هوایی کشور هنوز نقایص دارند که نیاز است تا برای خود بسنده شدن ارتشیان کشور این نیروها نیز به گونه معیاری تجهیز شد. ریاست جمهوری امروز رایزنی ها را درباره ادامه کار مجلس نمایندگان آغاز کرده است. معاون سخنگوی رئیس جمهور می گوید که حکومت رایزنی ها را با رهبران جهادی، افراد با نفوذ، سازمان ملل، نهادهای جامعه مدنی، نهادهای انتخابات و سیاستگران کشور درباره سرنوشت مجلس نمایندگان پس از اول ماه سرطان، برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و نیز آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخابات آغاز کرده است. در این حال نمایندگان مجلس می گویند تا هنگامی که نمایندگان تازه وارد مجلس نشدند، کار این مجلس مشروعیت دارد و نیاز به تفسیر قانون اساسی و رایزنی ها نیست. صالح سادات گزارش می دهد. 8 روز دیگر به پایان کار مجلس نمایندگان مانده است. از همین رو حکومت تلاش ها را برای تمدید کار این مجلس آغاز کرده است. ریاست جمهوری می گوید که رهبران حکومت وحدت ملی پیش از پایان دوره قانونی کار این شورا سرنوشت مجلس نمایندگان را روشن خواهند ساخت. رئیس جمهور یکی با یکی نظریات ایران را شنید، صحبتاشو نشنید و پیشنهاداتشانه به خاطر یافتن یک رای حل به معضل پارلمانی و همچنان انتخابات ولسی جرگه افغانستان و در ضمن آغاز کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی صحبت کرد. نمایندگان میگویند که تمدید کار این مجلس نیاز به تفسیر قانون اساسی و رایزنی ها ندارد و نهادهای انتخابی مانند شورای ملی مشروعیتش را از مردم می گیرند و تا هنگامی که سرنوشت انتخابات روشن نشود این مجلس به کارش ادامه خواهد داد. پارلمان با عنوان نهادی که نمایندگی از قاطبه ملت مردم افغانستان میکنه، مظهر نماینده مردم افغانستان هست، این نمیتونه به فرمان رئیس جمهور کار خود ادامه بده. این ماموریت و این صلاحیت از خود مجلس است، نه از حکومت و نه از ستر محکمه. حضوری رئیس جمهور و رئیس اجرائیه را مخاطب کرده به مکلفیت های قانونیشان متوجه ساخته ایم. برای امروز احترام به قانون اساسی افغانستان و احترام به حق مردم افغانستان مخاطب میکنیم که تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی افغانستان باید رسما به مردم افغانستان اعلام بکنه. شماری دیگر از نمایندگان به این باورند که تمدید کار این مجلس پس از اول ماه سرطان جایگاه قانونی این مجلس را زیر پرسش خواهد برد. بعد از اول سرطان من به یک دستم که هیچ دلیل ما در مقابل مردم نداریم. میگوییم ما رای خود شما گرفتیم. میگوید بشار دو صاحب من برای در 89 رای دادم تا اول سرطان سال پنجم. این رایزنی ها از روز شنبه برای تمدید کار مجلس نمایندگان از سوی حکومت آغاز شده است. اما تا کنون روشن نیست که کار این مجلس تا چه زمانی تمدید خواهد شد.
خانواده یک افسر ارتش ملی که فرزندشان در یک عملیات به شدت زخم برداشته است از مسئولان میخواهد تا فرزندشان را درمان کند. این خانواده که امروز به شورای ملی آمده بود میگوید که فرزندشان مکنون در حالت بیهوشی در شفاخانه سردار محمد داود بستری است و پزشکان گفتند که درمان وی در این شفاخانه ممکن نیست. پدر پیری این افسر میگوید که اگر فرزندش نجات داده نشود کودکان وی از گرسنگی خواهند مرد. این افسر 6 کودک دارد و یگانه نان آور خانواده‌اش است. در این باره هم صالح سادات گزارش دارد. این خانواده یک افسر ارتش ملی است. فرزند این خانواده که از 4 سال بدین سو در ارتش ملی کار کرده است، اکنون در نتیجه یک عملیات در میدان شهر سخت زخم برداشته است و در حالت بیهوشی به شفاخانه سردار محمد داود به سر می برد. از این دولت خواهش داریم. انتقال میره دولت خارج. من دیگه خزی ندارم. یک رک. این اولاداشه. این افسر 6 کودک دارد. فرزند بزرگش 13 سال است و همراه با پدر و مادر پیرش در خانه های کرایی زندگی می کند. در خاطر مزی دولت هم اینطور شد دمیزی جنگ دی بچه مکده مزی هم زخمی شد دیگه. زندگی منو معاشی بردوره میاردم بخوری خلاص دیگه. خانه هم سرداری. هیچ چی دیگه. پزشکان در شفاخانه سردار محمد داود به این خانواده گفتند که درمان این افسر در داخل کشور ممکن نیست و باید به بیرون از کشور انتقال داده شود. اما این خانواده نادار توان این کار را ندارد و از حکومت می خواهد که جان یگانه نان‌آور خانواده‌اش را نجات بدهد. تقاضا دارم از دولت که به کشور خارج ببره عملیات کنه خوب شد. نظامیان افغان همیشه برای تأمین امنیت کشور سینه‌هایشان را سپر کردند تا مردمان کشور در امن و آرامش زندگی کنند. اما هنگامی که آنان آسیب می‌بینند، خانواده‌هایشان با این گونه سرنوشت روبرو می‌شوند. خواستیم که در این باره نظر وزارت دفاع ملی را نیز داشته باشیم، اما این وزارت در این باره چیزی نگفت. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. وزیر داخله پاکستان درخواست اتحادیه اروپا را برای متوقف ساختن روند اعدام ها در این کشور رد می کند. نثار علی خان از اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر می خواهد تا به قانون اساسی این کشور ارج بگذارند. در این حال رئیس ارتش پاکستان بر ادامه پیکار با هراس افغانی تاکید می ورزد و می گوید که نظامیان پاکستانی برای محافظت از ملت این کشور آماده هر گونه فداکاری است. وزیر داخله پاکستان بر ادامه روند اعدام هراس افغانان در این کشور تاکید می‌ورزد. نثار علی خان می‌گوید که وی در آینده نزدیک با فرستادن نامه به اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای دیگر جهان از آنها خواهد خواست تا از مداخله در امور داخلی پاکستان دست بردارند و قوانین به شمول قانون اساسی پاکستان را احترام کنند. وزیر داخله پاکستان می‌گوید که هراس افغانان مردمان بی‌گناه را موج حمله ها قرار می دهند و افرادی که در پیوند با حمله های هراس افغانانه مجرم شناخته می شوند باید اعدام شوند. می خواهم به تمامی کشورهای دوست بگویم که ما قوانین شما را احترام می کنیم و شما قوانین ما را ارج بگذارید. ما قانون اساسی شما را احترام می کنیم و لطفاً شما قانون اساسی ما را احترام کنید. از سوی دیگر رئیس ارتش پاکستان در سخنرانی روز شنبه‌اش عملیات نظامی کنونی را در ریشه‌کن ساختن هراس افغانان در وزیرستان شمالی بسیار سودمند می‌داند و می‌گوید که اسلام آباد با تعهدش برای ریشه‌کن ساختن پدیده هراس افغانی متعهد است. حمله گروهی طالبان پاکستانی در سال پار میلادی بر یک مکتب در پشاور که نزدیک به 150 کشته بر جا گذاشت، حکومت پاکستان را واداشت تا روند اعدام هراس افغانان را از سر بگیرد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. کار حفظ و مراقبت بیشتر از 11 جاده در کشور به شرکت‌های خصوصی واگذار شد. مسئولان وزارت فایدامه میگویند که این جاده‌ها در ولایت‌های مختلف کشور با هزینه 392 میلیون افغانی از کمک‌های بانک جهانی با سازی و روند حفظ و مراقبت آنها آغاز خواهند شد. در این حال شمار از مسئولان شرکت‌های پیمانکار این پروژه‌ها با شکایت از افراد مصالح غیر مسئول در شمار از ولایت‌ها میگویند که این افراد با بهانه‌های گوناگون از آنان پول می‌گیرند.
ذبیح الله جهانمل گزارش می‌دهد. با سازی 15 کیلومتر جاده در ولایت هلمند، حفظ و مراقبت 3 جاده روستایی در ولایت دایکندی، با سازی 1 جاده در ولایت بلخ، ساخت 3 جاده در ولایت تخار و ساخت 1 جاده روستایی در بغلان و ساخت 1 جاده روستایی دیگر در ولایت دایکندی مشمول پروژه هایی هستند که در چارچوب برنامه راستسازی روستایی وزارت فواید عامه عملی خواهند شد. شرکت هایی که برنده قرارداد شدند بتوانند بر اساس شرطنامه ای که در اختیارشون گذاشته شده و با توجه به مو استاندارد هایی که لازمه این کار هست سرک ها و اعمال سرک ها را بتوانند به پیش ببرند. در امینال شماره از مسئولان شرکت های پیمانکار میگویند که در بخش از ولایت ها شماره از افراد زورمند از نزد آنان پول میگیرند و این کار پروژه های جاده سازی را به چالش میبرند. افراد مسلح غیر مسئول بالاتر از همه موانع در اونجا ایجاد میکنه، بالاتر از همه کس که تقاضای از اونا میباشه. از سوی وزیر فواید عامه از آغاز زود هنگام روند حفظ و مراقبت بخش اول شاهراه کابل کندهار خبر میدهد. محمود بلیغ میگوید که تلاش میشود در آینده های نزدیک کار حفظ و مراقبت این شاهراه نیز به یک شرکت واگذار شود. باسم خوش آمدید. دو دستگی در فوتبال و اشتباهات کترفنی تیم ملی فوتبال کشور یکی از علتهایی است که افغانستان در برابر سوریه گلباران شد. شمار از کارشناسان ورزش با ابراز این مطلب میگن که اگر تغییرات در کادر فنی تیم ملی فوتبال کشور به وجود نیاید، نتیجه گرفتن در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2018 کار دشوار است. اما فدراسیون فوتبال کشور این گفته ها را رد میکند. تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی روسیه با نتیجه باورنکردنی 6-0 به روز پنجشنبه هفته گذشته در برابر سوریه زانو زد. این شکست سنگین در حال رقم خورد که بیشتر از 15,000 تماشاگر در ورشگاه سامن مشهد تیم ملی فوتبال کشور را پشتیبانی می‌کردند، در حالی که علاقمندان تیم ملی فوتبال سوریه بیشتر از 20 نفر نبودند. اختلافاتی که در کادر رهبری فدراسیون فوتبال افغانستان با وجود آمده، این تنش‌ها آرام آرام بالای روحی ورزشکارا هم تاثیر منفی گجا گذاشته و مو هماهنگی و یک روابط خوب بین ورزشکارا در جریان بازی هم تضعیف شده بود. وقتی که روی یک اشتباه کوچک یک تیم شکست می‌خوره، نمی‌تونیم بگیم که در تیم دوگانگی وجود داره یا در کادر فنی تیم دوگانگی وجود داره. همگی به خاطر افغانستان مبارزه می‌کنن. اما پرسش به میان میاد که آیا تیم ملی افغانستان در ادامه رقابت‌های مقدماتی جام جهانی روسیه میتواند این نتیجه را جبران کند یا خیر؟ منتظر نتایج بعدی تیم ملی باشیم و من یقین دارم که هم منصور فقیریار و هم زمیر داودی و هم آقای اسکلزیچ و هم آقای لالی و تمام تیم در بازی‌های بعدی نتایج خوبی را کسب خواهند کرد و نشان بدن بر مردم که یک اشتباهی بیش نبوده. اسلاون اسکلیزیچ مربی آلمانی به جای یوسف کارگر سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شد و ترکیب پیشین تیم ملی نیز تغییر کرد و بازیکنان تازه به تیم ملی فوتبال کشور دعوت شدند و شماره از ملی پوشان با تجربه فوتبال کشور نیز از تیم ملی کنارگیری کردند. رقابت‌های انتخاباتی والیبال دختران در کابل آغاز شدند. در این رقابت‌ها بیشتر از 70 دختر در چارچوب 6 تیم برای به دست آوردن پیراهن‌های تیم منتخب والیبال دختران کابل در برابر هم به میدان می‌روند. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. شامتان بخیر. خدا نگهدار.